منم به نوبه خودم سلام میگم به همه عزیزام، اگرچه شهادت داشتم به خصوص از دروازه ها موضعی که خواهر نسرین کرده بودن و ولی گفتم که چون میخوام صحبت کنم دیگه زیادی صحبت نکنم، فقط خواستم بگم تشکر کنم و همینطور بگم که واقعا برکت گرفتم، برای من عالی بود. چیزی که میخوام امروز راجبش صحبت بکنم، شاید خیلی ها دوست نداشته باشیم، شاید خیلی ها خوشمون نیاد، تو خیلی از کلیساها حتی من شنیدم که کمتر راجبش صحبت میکنن، کمتر راجبش حرف زده میشه، خیلی کلیساها ترجیح میدن از این مسئله فاصله بگیرن یا به هر حال تو عمقش نرن. شهادتی که مرجان عزیز داد نشون میده که چقدر واقعا کلیسای ما در همه جهات به این رشد رسیده. شاید برای تو اصلا لازم نباشه این تعلیم، فقط برای من در خیلی جاها لازم بود و خدا با خود من صحبت کرد. این چیزی که میگم اول برای خودم در خودم و خیلی جاهاش هنوز من متاسفانه نرسیدم بهش، فقط ایمان دارم که کلام خدا کلام زنده است و برای ما هر روز یک پیامی رو داره. الان ما توی این سرودی که خوندیم یک تیکش رو خوندیم، دیدم من مخصوصا برگشتم یک تا نگاه کردم، دیدم همه با اشتیاق داریم این سرود رو میخونیم و همه این رو اعلام کردیم، پیروزیم بر فوجهای شیطانی. سوال من اینه که آیا پیروزیم بر فوجهای شیطانی همیشه؟ آیا در همه جاها در همه قسمتها میتونیم مچشو بگیریم دستشو باز کنیم؟ نمیتونیم. واقعا من از خودم میتونم بگم که نمیتونم. کسانی که خیلی به من نزدیکن دیدم در قسمتهایی واقعا شکست خودم و ندونستن. همطور که گفتم خیلی در کلیسه ها راجبش حرف نمیزنن و بیشتر یه با یک خانم آلمانی صحبت میکردم تو کلیسه که میرم ترجمه میکنم، خیلی عجیب بود، البته خادم جز خادم ندیدم باشه، ولی خیلی جالب بود، اینجوری میکرد که یه جوری از شیطان صحبت میکرد که انگار یه فیگور کارتونیه، دو تا شاخ داره و دم داره، خیلی میخندید و براش جالب بود که تو هالووین نواهاش به شکل شیطان رفتن و اینا. خیلی برام عجیب بود که چطور سرسری میگیرن، چطور فکر میکنن که خب یه فیگور دیگه، یه سمبل دیگه، حالا بدی هست ولی حالا نباید به شکل شیطان باشه. و این چیزی که مهمه اینه که اتفاقا شیطان دوست داره که ما اینجوری فکر کنیم، بگیم که یه فیگور کارتونیه دیگه، بی خیال، کاری با ما نداره که. ولی یه چیز مهمی رو که قبل از هر چیزی باید ما آگاه باشیم و بدونیم، وقتی که اینجا اعلام میکنیم پیروزیم بر فوجهای شیطانی، که اینو مطمئن باشیم که شیطان از ما و هر کسی که عاشق خداست متنفره، اصلا ما رو دوست نداره. همین الان که ما اینجا نشستیم، دور تا دور ما نیروهای تاریکی، نمیخوام بترسونمتون، نیروهای تاریکی، دیوها واقعا دارن موج میزنن. اصلا شیطان دوست نداره که من این کلامو بگم. از دیروز، از پریروز، همینطور از دوشنبه، خستگی، ناتوانی، مشکلات، همینطور از هر طرفی میامد، سوی تفاهم ها. اصلا یه حس میکردم که هر بار مثلا میخواستم مثلا برم یه کاری بکنم، یه تلفنی میومد، بعد تلفن میکردم، بعد میگفتم خدا کلامم مونده، دعا نکردم، اینجوری اصلا همش احساس میکردم یه چیزی منو داره میکشه عقب. که واقعا بعد امروز صبح اصلا یک دلهره استرابی در من به وجود آورد که به خواهر نسرین پیام دادم، گفتم خواهش میکنم بر من مخصوص امروز دعا کنی. و واقعا دعای ایشون در همون لحظه و مطمئنم دیدبانان این قوت رو به من داده که صحبت کنم. ما بارها از خواهر نسرین این کلام رو شنیدیم. اولین جایی که شیطان میاد و حمله میکنه و جولانگاه خودش میکنه کجاست؟ فکر ماست. اولین کاری که میکنه میگه که نه بابا، حالا داستان اینجوری هم نیست که تو فکر میکردی. شروع میکنه هر چی که تو فکر ماست به هم میریزه، نه؟ و یکی دوتا نیست، امروز و دیروز نیست که، 24 ساعته شاید 25 بار میاد حمله میکنه، یه چیزی میاره، یه فکری میاره، یه فکر بدی میبره. تو دائم باید هر روز با این فکرها که نذاری و اجازه ندی که این فکرهای تو رو خراب بکنه و حمله کنه و مقاومت بکنی، نه؟
اولین چیزی رو که ما میتونیم جلوش رو بگیریم که میدونم این هم مطمئنم همتون میدونین و ما بارها شنیدیم از خواهر نسی، اولین چیزی که میتونه جلوش رو بگیره چیه که این به فکر ما حمله نکنه؟ کلام خداست. اولین چیز که وقتی که پر کنیم با کلام خدا، خدا برکت بده خواهر مریم رو برای کلام عالیشون که ایشون آورده بودن، فوق‌العاده عالی بود که اینو پر کنیم، دقیق عمیق وارد این کلام بشیم. وقتی که کلام پر شده الان میاد حمله میکنه، لااقل 2-3 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، یا 5 دقیقه، یا حالا به بنا به نسبت اینکه ما در چه شرایطی هستیم این طول میکشه، یا برای کسی طول نمیکشه، برای کسی فوری به یاد میاره موسا رو. و این باعث میشه که پس دقت کنیم کلام خدا رو، نه فقط بخونیم برای اینکه انجام بزی است، برای اینکه من سالها خودم همین کارو کردم، میخوندم فقط برای اینکه بلد باشم، فقط به خاطر اینکه بدونم، فقط اگه صحبتی جایی میشه بگم بله من داستان رو میدونم، نه فقط عمق داستان رو نفهمیدم، اگرچه که خدا در کلامش در جای خودش خیلی چیزا رو میخونی تو بارها، بعدن یهو متوجه میشی که داستان اون مکاشفه ایه که خود خدا اجازه میده در اون لحظه بکنی. بعد واسه همینه که پس خیلی مهمه که ما این کلام خدا رو درست بدونیم و بدونیم که شیطان دروغگوه و پدر دروغگویانه. نه یه خواهری بود، ایماندار خواهر بود دیگه، توی کلیسای امسان اومد یه بار به من گفتش که میشه بر من دعا کنی، من این فکر این دروغهای شیطان همش در من اذیتم میکنه، هر کاری میکنم با منه. بعد همینطور که اومدم براش دعا کنم گفتم پله خودم که چجوری شد که این میگه دروغ شیطان، ولی باور کرده چون ناراحتش کرده. پس اگه ما آگاه باشیم، اگه بدونیم که دروغگوه و پدر دروغگویان دیگه، پس اصلا نباید بذاریم وارد بشه دیگه. نه پس حواسمون جمع باشه، کلام خدا رو محکم بچسبیم و بدونیم نه با چیزای خیلی زیادی میتونه شیطان به ما دروغ بگه. نه حالا شیطان به من میگه، چند وقت پیش بود، تو اصلا به دردی چی نمیخوری؟ کسی تو رو اصلا نمیبینه، اصلا هیچ کس قدر تو رو نمیدونه، تو خوبی میکنی هیچ کس نمیفهمه، 1000 تا دروغ. یعنی 2 روز تمام این فکر من با این دروغای شیطان همینطور گرفتارش بودم، همینطور اومد جلون داد رفت منو کوچیک کرد. نه بعد از 2 روز من بلند شدم، کلام خدا رو شروع کردم، گفتم من ارزش دارم، من دختر خودم، خدا خودش به من گفته، اسم تازه به من داده، من همه چیز هستم. داشتم چند وقت پیش با کدومتون بود داشتم صحبت میکردم، گفتم که آره من زشتم، گفت وای نه تو خوشگلی رو، گفتم حالا اشکال نداره زشت باشم، دوست دارم خودم همینجور که هستم، ولی زشتم دیگه، نه دروغ که نباید به خودم بگم، یا هرچی یه جوری خودم رو دوست دارم، باور دارم، میدونم، فقط این زمانایی میاد تو فکر من، ولی وامیستم، جلو میده، میاد، اذیت میکنه، ولی اگه اهمیت ندیم، نه، باور کنیم، بدونیم که ما جایگاهمون کجاست، عطیه من چیه، کجا میخواد خدا از من استفاده کنه، فرقی بر من نمیکنه، اگر که من طبق کلام خدا داره میگه، اگر که من اینجا این دفتر سبز رنگم دیگه نیازی نیست من تلاش کنم که حتما باید این کانه قرمز بشم، نه من اینجا هستم، پس اینجا میتونم وایسم جلوی دروغ شیطان که میاد به من بگه که دیدی اون چه خوشگل قرمزه، چه نازه، چه بهتره همه دیدنش، همه گفتن به به و چه چه. نه خیلی این دروغا خیلی مواظب باشیم، پیروزیم بر فوجهای شیطانی، آره، ولی آگاه بشیم، یعنی از اون چی که میدونیم خوندیم بره تو قلبمون و بفهمیم من هنوز در جاهای ضعیفم، هنوز در جاهای نیاز دارم که عمیق این رو در خودم درک کنم. پس ما ارزش داریم، پس ما مهم هستیم برای خدا، خدا این رو گفته، کلام اوست و این کلام اوست که ما رو آزاد میکنه. عیسی خدا تو متا گفته من شما رو تنها نمیذارم تا انقضای عالم باهاتون هستم، هرگز ترکتون نمی کنم و هیچ کس نمیتونه شما رو از محبت من جدا کنه. تمام. یعنی همین کافیه که همونجور که خواهر نسرین گفت اعلام کنیم
ببینیم اون چیزی رو که هنوز ندیدیم تو خودمون و بپذیریم اون چیزی که هستی در حال حاضر. من اینم با ضعفم نه، اما من اونی خواهم شد که خدا منو دیده و گفته ترکت نمی کنم، از تو رحم مادر شناختمت و تو رو اینجا گذاشتم. در دوم قرنتیان به ما در باب 10:4 به ما پولس داره میگه که ما در این حالی که این یعنی اعلام کلام خدا عالی پرفکت، ما باید یه چیز رو بدونیم که ما نیاز داریم به اسلحه‌مون. نه همونطور که گفتم چی از اسلحه‌مون؟ کلام خداست. نه در دوم قرنتیان 10:4 میگه اسلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه ها. پس ما اسلحه خدا رو داریم، افکار ما که میخواد بیاد شیطان استفاده کنه قلعه ها رو بسازه، ما میتونیم، اینا تفنگ نیست که ما داریم، چماق نیست که ما داریم، نه، اینها دعاهای ماست و مکاشفه خداست و خیلی چیزهای دیگه است که به ما این اسلحه ها به دست ما داده شده، نه، پرستش خداست. دیگه چیه که میتونیم اعلام کنیم؟ اسم خداست، نه، اینا همه اسلحه هایی که به دست ماست. پس کلام خداست، دعا هست، پرستش هست، موعظه پرستش رو شنیدیم و همینطور نام عظیم عیسی مسیح است که ما میتونیم در هر جایی اعلام بکنیم. و یادمون نره شیطان کار جالبی که انجام میده اینه که اولا به شکل فرشته نور ظاهر میشه، دوم اینکه میاد و خیلی جالبه که کجا استدلال میکنه، دلیل میاره. من چون خودم آدمی هم که برای هر چیزی استدلال میکنم، همه چی رو آرگومنت میارم و با شوهرم که بحث میکنم فقط خل اصلاحش میکنم، نه؟ الان مثل بعضیا که خل اصلاح میکنم. خب بعد خیلی جالبه چجوری میفهمه تو دوم قرنتیان 10:5، من همینجوری فقط میگم اگه میخواین فقط جاشو یادداشت کنی، استدلال ها و هر ادعای تکبرآمیز را که در برابر شناخت خدا قدلم می کند ویران می کنی و هر اندیشه ای را به اطاعت مسیح اسیر می سازی. پس استدلال می کنه، برای تو دلیل میاره، خیلی قشنگ با تو صحبت می کنه. تو بالاخره می دونیم، ما خیلی جا می دونیم، ما می دونیم که شیطان، ما باور می کنیم، من مطمئنم همه ای ما می شناسیم، ولی وقتی استدلال، یه جای گولشو می خوری دیگه، نه، این استدلاله میره تو. پس مواظب باشیم و بدونیم کارمون زیاده، نه، ما شکست خورده ها نیستیم، ما پیروزیم بر فوج های آسمانی. من فقط میخوام بگم که آگاه باشیم، این رو با آگاهی برداریم، نه فقط سخن بگیم. کار دیگه ای که میکنه شیطان، میاد افکار پریشون، نه، میاره همه چی رو به هم میریزه. و اگر اونجا ما کلام خدا رو درست ندونیم و نتونیم به درستی ازش استفاده کنیم، این افکاری که خودمون در خودمون داریم شروع میکنه به هم ریختن، شروع میکنه همه چیز رو چی میگن به هم بریزه و ما رو از اون جایی که هستیم بیرون بیاره. فقط ما باز میتونیم چیکار کنیم؟ دوباره کلام خدا رو اعلام کنیم. ما محبوب خدا هستیم، ما حیات نجات داریم، کلام خدا زنده است و هر چقدر که شیطان قدرت داره، اما ما خیلی بیشتر از اون قدرت داریم. اینو بهش بگو، قدرت داره، تو خیلی جاها قدرت داره، نه، اگرچه ما اجازه میدیم، ولی ما قدرتمون از اون بیشتره. چرا؟ چون خدای پشت ما ایستاده که خیلی قوی تر از همه شیطان و همه فرشتگان اون هستش. تو افسسیان هم باب 6:12 میگه که زیرا ما رو کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرت ها، علیه ریاست ها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوج های ارواح شهید در جایهای آسمانی می جنگیم. پس ما می جنگیم با نیروهای نامرئی که دور تا دور ما هستش. نمیدونم شما حتما داشتین دیگه، همه شما داشتین فکر میکنم، خانوما اینجا خیلی دارن، شده عاشق یه نفر باشین ولی تحملشو نداشته باشین. با خرسارا صحبت میکردم، گفتم که واقعا خیلی قشنگ، و توی یه موعظه آلمانی میشنیدم، تو آلمانی خیلی قشنگ میشه، میگه که دو لیبست یمند
aber du magst ihn nicht. من شوهرم. یعنی من عاشقشم. یعنی واقعا این دو سه روزی که ما رفته بودیم مسابقه دلم لک میزد برم بغلش کنم، ماچش کنم، میخواستم پهلوش باشم. وقتی رسیدم ببین خونه مثل دسته گل بود، رسیدم دیدم وای همه چی به هم، اصلا دیوونه میشم. یعنی نمیتونم چرا طفلک کاری هم نمیکنه. مهناز خیلی خوب میدونه. ببین نشسته گاهی اوقات هیچی نمیخوره، خب هیچی نمیخوره، بلند میشه احساس میکنم که همه جا آشغال ریخته، اصلا انگار تولید میکنه از خودش، اصلا تولید آشغال میکنه، نمیتونم چرا. مثلا خودش یه هفته میره مسافرت، من خونه رو مثلا دوشنبه تمیز میکنم، باور کنی مهمونم میگیرم، این خونه کثیف نمیشه. هولگا که میاد یه روز میمونه خونه یه وقت کثیف میشه، نمیدونم چرا کثیف میشه، نمیدونم. یا مثلا شکلات حساسیت داره، من با خیال راحت، من مثلا شکلاتی نیستم، من مثلا یه بار ده هفته یه شکلات بخورم، میخرم میذارم تو جعبه رو میز، دوست دارم همیشه رو میزم شکلات باشه. بعد یهو مثلا یه نفر میگه که هستی بیام یه سر بفرمایید، خواهش میکنم، چایی رو میذارم در شکلات فهم کنم خالی. میگم به خدا الان چی کار کنم، الان چرا خالی؟ خب بنداز دور، بنداز که ده بار بهش گفتم این خالیه بخور. تو میگی من حساسیت دارم، اگه میدونستم نمیذاشتم اینجا، حالا خوردی نوش جونت باش. عاشقش هم ها، ببینی الان فقط دارم حرص میخورم. بعد گفتم که خب این خالیه الان من چی کار کنم خدایا. بعد بهش میاد بهش میگم عزیزم، گفتم تو دعوام میکنی، تو اینجوری میذاری جوری منو وسوسه میکنی یا نه. گفتم خیلی خوب باشه، بعد ببر بنداز دور لاغر. میره تو آشپزخونه، عرض آشپزخونه ما شاید یه متره، نه؟ یه هوا دیگه. حالا خلاصه از این کابینتی که اینجاست تا سطل آشغال که اینجاست واقعا یه متره. یعنی میاد این جعبه خالی رو میذاره رو کابینت و اینجا برگرده میتونه بندازه تو سطلش، درست به همین فاصله، خب؟ ولی میذاره رو کابینت. نمیتونم چرا آشغال دوست داره بذاره رو کابینت، توی آشغال نمیره. یعنی واقعا میگم این چیزایی هستش که شیطان میتونه از این طریق نه بیاد یهو حمله کنه دیگه. عاشقشی، دوستش دارم، واقعا من بچه‌ام ندارم، واقعا احساس میکنم که اوقات بچه‌مه، بعضی وقت جوهرمه، بعضی وقت برادرم، میدونی همه چی رو توش میبینم، ولی حس میخورم ازش، نمیدونم چی کار کنم. این از همونجاست که شیطان میتونه وارد بشه، نه از این فکرای بعد، از این که وای چی کار کنم، من دستش حرص بخورم، من از راه رسیدم باید فکر وسایل خودم باشم، الان باید خونه رو تمیز کنم، همه این چیزا میاد رو آدم دیگه، نه؟ فقط بعد ما از طرف کلیسا هم همینجوره، خواهر برادر کلیسایی، نه فقط چیز مادر پدرمون، بچه هامون، خیلی چیزا رو من دیگه مثالای دیگه این نداشتم، شوهرم قصد یاد داره به همونجا اکتفا کردم. فقط میخوام بگم که خیلی اتفاقا میفته، خیلی خوبه، من دوست میگم اصلا فکر نکنید بعد، فقط این قسمت رو فقط اگه فکر میکنه. آها بعد میاره تمام فکر من میذاره رو اون، من الان اومدم برکت گرفتم، پیروزی عالی، بعد هزار چی خودم غلبه کردم، الان اومدم هرس میکنم، هرس میکنم، قور میزنم، قور میزنم، یه چیزی اون میگه، یه چیزی من میگم، یعنی تمام فکر من رو میبره رو اون، تمام افکار من به اونه، اون بعده، اون بعد، من تازه اومدم برکت، آخه کو. یعنی واقعا میخوام بگم مراقب باشی، مراقب باشی، میاد تمام فکر منو میذاره اونجا، از خودم میام بیرون. منم پر از اشکالم، الان بیایم اونو صدا کنیم بشینه اینجا ببینی اون چی میگه، اون چه هرسای امن میخوره، اگرچه من بی ای من ولی ولی خدا میدونه که هزار تا چیز هستش که ما رو و شیطان سعی میکنه تمام حواس ما رو ببره اونجا و دروغ به خورد ما بده و برای این هر فعالیتی میکنه. پس مراقب باشیم. چیزی دیگه این هستش که یعنی یه چیزی بزرگی که شروع میکنه به ما، اصلا پیام اولی که به ما میده شیطان اینه که ببین من اصلا وجود ندارم، این اراده خداست، خود خدا بردت تو بیابون،
الان تو میدونی با اون من بیچاره جوکم خب جوک برادر ادوارد هم همه تعریف میکنن که برادر ادوارد گفتش که شیطان رو دیدن سر دروازه و گفته خدا اینا چیه این آدم ها هر کاری میکنن میزن تقصیر من بیچاره. من اینو بارها آره در دم کلیسا نشسته بارها اینو شنیدیم. همگر میگه آره من کاره نیستم که مثلا نقشی تو زندگی تو ندارم. این خداست داره این بلاها رو سر تو میاره. آتش بعد بیتر دارم میشنویم از آتش و کوره و نمیدونم ماشین رفتویی رو همه چیزا اینا رو باید بگذاریم. شیطان میگه من بیچاره من چی کار دارم. بعد میاد حالا یه جاهایی ناموفق میشه میاد میبینه که نه موفق نشد نتونست متقاعدت کنه. میگه که ببین حالا فهمیدیم که منم که این کارا رو میکنم زورت به من نمیرسه نمیتونی کاری بکنی همینی که هست میبینی که میام سراغت این چیزا رو هم میکنی نه. ولی لغا 10:19 چی میگه؟ میگه اینک یعنی عیسی مسیح خودش فرموده اینک به شما قدرت میبخشم که ماران عقرب ها تمامی قدرت دشمن را پایمال کنی و هیچ چیزی به شما آسیب نخواهد رسون. پس چرا زورمون میرسه به شیطان؟ خیلی خوبم میرسه. اینو عیسی مسیح خودش داده به ما قدرتش هم میده پشت ما هم بایستاده. فقط باید دائم حواسمون باشه که اینا فریبای شیطانه. ما باید نباید عقب بکشیم. ما نمیتونیم هی دائم را بیفتیم نهیب بزنیم در نام عیسی مسیح داد بزنیم اونا. نه فقط باید مراقب بشیم. فقط نباید عقب بکشیم. این جنگیه که همه ما داریم. این یه چیزیه که همه ما درگیش میشیم. هیچکی بری از این نیستش. نه و عیسی مسیح هم ما رو قادر کرده و قوت داده و ما میتونیم برش پیروز بشیم. هیچ کس هم برتر و بهتر از ما نیست. همه در یه جایی در این تله میافتن. فقط بستگی به این داره نه وقتی که ماهی گیر میره ماهی رو میندازه یه وقت میبینی یه چیزی که اون قلاب تو قلابش وصله یه ماهی رو میگیره یه ماهی دیگه اصلا اونو نگاه نمیکنه اصلا براش جذاب دیگه خوشمزه نیستش. نه همیشه این قلابه تو که میندازی که نمیگیره که ما هر کدوم یه قلابای خاص خودمونه داریم یه جا بالاخره گیر میافتیم. پس عقب نشینی نکنیم و بدونیم که چه اقتداری در دستای ما هست. پس ما چی داریم با هم بگیم؟ اقتدار داریم از عیسی مسیح و شروع کنیم اعلام کردن تمام چیزهایی رو که در کلام خودش میدونیم و عیسی مسیح با مرگش به روی صلیب با قیامش به ما این اقتدار رو بخشیده. یعقوب 4:7 میگه پس تسلیم خدا باشیم در برابر ابلیس ایستادگی کنی چون از شما خواهد گریخت. یعنی تمام خیالتون راحت باشه. کار دیگه که شیطان میکنه که ما را از آرامش درونیمون بیرون میاره چون جایی که آرامش هست چی هست؟ اقتدار هست، قدرت هست. نه هر روز به یه چیزی متوسل میشه تا ما رو از آرامشمون بیرون بیاره. مثالی که الان مرجان عزیز زد نه توی خروج باب 14 میبینیم قوم اسرائیل 2 میلیون نفر وایستادن جلو دریای سرخ پشت سربازای رومی اینا وایستادن ناآرامی. خدا چی پیام میده؟ خدا برمیگرده چی میگه اونجا؟ میگه که آرام باشید من برای شما خواهم جنگید. خب پس تو آرام در فیلیپیان 4:6-7 دوباره تکرار میکنه اینو پولس عزیز میگه که برای هیچ چیز نگران نباشید بلکه در همه چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواست های خود را به خدا ابراز کنید. بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است دلها و ذهنتان را در مسیح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت. پس اینو اعلام کن میدونیم نه الان نمونه شو دیدیم. پس اینم برداریم که در عهد جدید در فیلیپیان 4:6-7 و ما میدونیم که در دعا استغاثه در پرستش و شکرگزاری میتونیم در این آرامی جلو بریم چون آرامی خدا قوت اوست. اگر که برای کاری احساس میکنی آرامش نداری نه برای چیزی ناآرومی اونجاست که شیطان دست به کار میشه نه بلافاصله شما و همه چیز رو به خدا بسپاریم. نه اونجا پولس رسول دائما از این صحبت میکنه که ما با چی در
درگیر هستیم با دنیای مرئی و نامرئی. پولس خیلی کامل این رو توضیح داده. ما توی بهترین داستانی که یعنی چیزی که نشون به ما میخواد بده من برای من برکت بود این که چطور در این دنیای نامرئی که گفتم پره دور تا دور اینجاست، میدونم که به یه طریقی به هر کدوم شما یا حمله کرده یا خواهد کرد یا میاد سراغمون، ولی یادمون نره به همون اندازه ما فرشتگان خدا رو داریم، لشکر فرشتگان خدا داریم که مراقب ماست. بهترین نمونهش کجاست؟ در الیش، در فکر کنم دوم پادشاهان بود، نه دوم پادشاهان، تو داستان الیشا. الیشا ادوم، این سرداران لشکر ادوم میخواد حمله کنه، الیشا رو بگیرن بکشن، میگن این کمک میکنه به پادشاه یهود. میگیرن بگه بکشن، خادمش دست پاچه میشه، نگران میشه، میگه چیکار میکنیم چیکار نمیکنیم. الیشا دعا میکنه برای خادمش، خواهنسی این رو گفته بودن، دعا میکنه چشمای خادمش باز میشه. چی میگه میبینه؟ میگه یه ها نگاه میکنه میبینه که تو ابرها یک لشکر بزرگی که از تعداد دشمن زیادتر بوده، دو نفر بودن، از لشکر دشمن زیادتر بوده، فرشتگان خدا رو میبینه. پس چشمای ما رو خدا باز کنه تا ما بتونیم در هر لحظه این فرشتگان رو ببینیم. عالی ترین یه نمونه خیلی زیبایی که بخوام تصویر بهتون بدم، از خوانسنه عزیزم یاد گرفتم که تصویر سازی که برای من خیلی عالی بود، تو دانیال باب 10. تو دانیال باب 10 از آیه 6 الان خواهر ماهرخ عزیز میخونه برای ما. اینجا ما میبینیم که دانیال رفته روزه گرفته در برابر خدا، از اول آمده در حضور خدا ایستاده و روزه گرفته، در روزه از همه خوراکی های خوشمزه دست کشیده و اونجا میبینیم که فرشته خدا میاد، میگه که آقا از زمانی که تو وقت تو گذاشتی برای خدا، من از همونجا خدا جواب داد به دعای تو، مستجاب کرد دعای تو رو، برای همین من آمدم. حالا ببینیم کیه این کسی که آمده. ما اکثرا فکر میکنیم این فرشته ها دو تا بال دارن، دختر من سه تا فرشته دارم، اینقدر خوشگلن اینا، پس خب میرم اینجوری گردگیریشون کنم، بال دارن، دختر زیبا و ظریف و کوچولو. ببینیم که واقعا این فرشتگان چه شکلی هستن. و من دانیال تنها آن رویا را دیدم و کسانی که همراه من بودند رویا را ندیدند، لیکن لرزش عظیمی بر ایشان مستولی شد و فرار کرده خود را پنهان کردم و من تنها ماندم و آن رویای عظیم را مشاهده می‌نمودم و قوت در من باقی نماند و خرمی من به پژمردگی مبدل گردید و دیگر هیچ طاقت نداشتم، اما آواز سخنانش را شنیدم و چون آواز کلام او را شنیدم به روی خود بر زمین افتاده بیهوش گردیدم که ناگاه دستی مرا لمس نمود و مرا بر دو زانو و کف دستهایم برخیزانید و او مرا گفت ای دانیال مرد بسیار محبوب، کلامی را که من به تو میگویم فهم کن و بر پایهای خود بایست، زیرا که الان نزد تو فرستاده شدم. و چون این کلام را به من گفت لرزان بایستادم. او مرا گفت ای دانیال مترس، زیرا از روز اول که دل خود را بران نهادی که بفهمی و به حضور خدای خود تواضع نمایی، سخنان تو مستجاب گردید و من به سبب سخنانت آمدم. اما رئیس مملکت فارس 21 روز با من مقاومت نمود. خیلی من دیدین چه شکلی بود؟ اولا یه آقایی بود، نه از این دختر کوچولو بالدار. و بعضی وقت توی این فیلم ها ما میبینیم که مثلا بچه های توپلو لب قرمزی بال دارن، یه دونه چنگ هم تو دستشون در حال نواختن. الان نگاه کنیم ببینیم که چون این از کجا شروع میشه؟ آها میگه مردی را دیدم، جامعی از کتان بر تن داشت، کمربندی از طلای ناب، بدنش چون زبرجد، چهره چون آذرخش، به نظر چشمانش چون شعله های فروزان، بازوان و ساقهایش درخشندگی برنج تافته، نه؟ و آواز کلامش چون همهمه جماعت بیشمار بود. پس این فرشته، الان شما فکر کنید این فرشته پشت شما ایستاده، کدوم فرشته شیطان جرأت میکنه به شما نزدیک بشه؟ خیلی جاها
این فرشتگان بودن و اومدن و محافظت کردن از ما، ما نفهمیدیم. تازه اگر دعا کنی، استغاثه کنی و طلب کنی، حتی خدا خواهد داد. ولی خیلی جاها خدا بدونی که تو بخواه، اگه این فرشتگان نبودن، خدا میدونی چند بار ما زیر ماشین رفته بودیم، چند بار من خودم که تصادف کرده بودم، هزار بارم مرده بودم. فقط میخوام بگم که همه این چیز، بعد خود همین فرشته میگه، میگه این سردار چی نوشته بود، سردار فارس به من حمله کرد. نه، یعنی یه شیطان، یه فرشته شیطان اومد باش جنگید که مانع بشه بیاد پلی اون، ولی شکست خورد، چون میبینیم که آمده پلی دانیال. پس خیالتون راحت باشه، فرشتگان کلام خدا در پشت شما ایستادن، وعده های خدا، همه چیز از شما نگهداری میکنه، مراقبت میکنه و میشه تابه به سمت شما و اجازه نمیده که به شما هیچ صدمه ای بخوره. چیز دیگه ای که شیطان میکنه چیه؟ غروره. غرور خیلی از کارهایی که ما میکنیم نمیدونیم، نمیفهم، از روی تکبره، از روی خودخواهیه. فکر میکنیم همه چی من خودم، از خودم شروع میکنم که خیلی خیلی زیادی مشکل داشتم و خیلی طول کشید تا هنوزم درشم، ولی از قسمت بزرگش بیرون بیام، که حق طلبی، حق، من باید هر جوری شده ثابت میکرد حق با من، ولی میکردم، یعنی اوکی باشه الان حق با من بود، خب فقط میگفتم همه باید دست جمعی یک صدا بگه حق با توه، تو من آرامش میگرفتم. اصلا نمیتونستم که یه جوری فرار کنم از این مسئله. این حق طلبیه. یه روز خدا اومد به من گفتش که آقا جون، کی توی کلام خدا عیسی آمد حق خودش رو گرفت؟ بهش گفتن تو خدایی؟ اگه خدایی، اگه اینجوری هستی، اگه اونجوری هستی، تو پس بیا خودتو نجات بده. یا بهش میگه که آره، گفتن که تو خدای یهودی، بیا خب پس ببینم چی داری میگی. میگه تو میگی. حق نمیخواست به خود ثابت بکنه و شیطان عاشق این کاره. من متخصصم، چون بیاییم پس من بپرد، عاشق اینه که تو باید بری ثابت بکنی که تو این کار رو نکردی و همه اشتباه میکنن و تو تنها. اگر که من حق داشتم مثل عیسی، آرام میشستم میگفتم شما میگین باشه. بارها بارها، هزار بار، من بگم 2000 بار، چند بار رو بگذاریم من خواهر نسرین، 2000 بار ماهرخ جان به اندازه خودشون به من برگشه گفت صبر کن، صبر کن، صبر کن، یه خود وایسا ببین خدا میسته. من میدونم کلام خدا رو میشناسم. باز شیطان اینجوری میکنه، برو بگو، برو بگو، یعنی واقعا گوش میدم بهش و این این حقیقتا بالاترین چیزیه که این به خاطر غروره. مبادا، مبادا فریبا فکر کنه من بدم، فریبا باید همیشه فکر کنه من خوبم. اگر یه وقتی مرجان منو بعد ببینه، نه، مرجان باید مطمئن باشه که من خوبم، باید مطمئن باشم که همه میدونن من خوبم. چی حرف میگی؟ و این غرور منه. اگه من غرور نداشته باشم، چرا میخوام آخه همه دوستم داشته؟ خدا دوستم داره، کافیه برای من. من نمیگم الان بیام هزار تا بلا سرتون بیارم دوستم داشته باشی نداشته باشی، ولی انسان بر من مهم میشه و شیطان دوست داره ببین اون چپ چپ نگاه کرد، برو بحث کن و کاهیده کن به نتیجه برس. و چقدر درش افتادم و چقدر شکست خوردم. و تنها چیزی که میتونه ما رو موفق کنه فروتنیه، نه؟ فروتنی بالاترین چیزیه که میتونه ما رو بر علیه این افکار شیطانی نگه داره، ما رو محافظت بکنه. و فکر میکنین که این فروتنی ما چجوری به ما میاد؟ چیه فروتنی؟ چی میتونه فروتنی باشه؟ فروتنی اینه که من خیلی مظلومم، من دهنم میبندم، الان دهنم میبندم، الان هیچ نمیگم، من فروتنم، من آروم میشم، ساکت میشم. نه، نه، فروتنی این نیستش. فروتنی اینه که ضعفاتو بدونی، قوتتو بدونی، اونجوری که خدا میخواد خودتو ببینی، نه اونجوری که دلت میخواد خودتو ببینی، اونجوری که خدا میخواد خودتو ببینی. و یه چیزی رو 100% مطمئن باشی که خدا
با منه. با خدا پیروزم، بی خدا نابودم، هیچ کاری از من بدون خدا هیچ کاری نمیکنم. این کمال فروتنیه، این در جاییه که تو بدونی هیچی نیستی بدون خدا و همه چی هستی با خدایی که زنده است و پشت ما وایستاده. سی اس لوئیس یه گفته خیلی قابل تعاملی داره، البته من اینو ترجمه کردم، سعی میکنم یه جوری بگم که شما متوجه بشین. میگه هرچی بیشتر یک مسیحی احساس کنه که باید کاری رو انجام بده و اون کار رو به تعویق بندازه و انجام نده، کار خدا رو دارم میگم ها، و دست به عمل نزنه، یعنی ایمانش رو عمل نکنه، به جای میرسه که اون احساسش کم میشه و اون عمل کرد از بین میره، کامل از بین میره. متوجه شدین؟ ببین من احساس میکنم که خدا به من گفته تو باید این قسمت الان این خدمت رو انجام بدی، الان احساس میکنم روی تنبلیه، کاهلیه، شیطان میگه تو نمیتونی، تو نمیخوای، غرورمه، نه من برم خراب کنم بعد دیگران چی فکر میکنن راجع به من، این چی میشه، احساسش میکنی، خدا به تو اینو داده، عملش نمیکنی، نه اون رویار باور نمیکنی، به عمل نمیرسه، بعد یه مدت احساس کم میشه، دیگه اون احساس هیجان رو نداری تو خودت، در نتیجه عمل موقع نکردی، الان دیگه اصلا عمله از بین رفته، دیگه عمل کردی در تو دیده نمیشه، رویای خدا به انجام نمیرسه. پس مراقب باشیم، مواظب باشیم که این یکی از ترفندهای شیطانه که به گوش باشیم، به هوش باشیم که نتونه از این طریق ما رو گول بزنه. و آخرین قسمت اینه که خیلی زیاد حرف زدم میدونم، و آخرین قسمت اینه که اینو حواسمون باشه، اومدن ما به کلیسا، بودن ما تو کلیسا، 4 بار در هفته بیایم بریم، هدایا بدیم، دهیه کمونه بدیم، هیچ کدوم اینا ما رو یک ایماندار واقعی یا حقیقی نمی کنه، که شیطان میاد میگه که تو که همیشه کلیسایی، که تو چقدر خوب هستی، تو چقدر عالی هستی، همه چی خوبه، همه چی عالیه، تو هدیتو میدی، خواهرانتو میری، همه چی خوبه. ولی تا موقعی که شاگرد مسیح نباشی هیچ وقت نمیتونی حقیقتاً بر اون فوجهای شیطانی پیروز بشی. تو در تنها زمانی میتونی دشمن باشی برای شیطان که باید باشی با قدرت مسیح، که بتونی واقعاً حقیقتاً شاگرد مسیح باشی، و شیطان دلش میخواد تو رو از این جلوگیری کنه. آخرین چیزی که میخوام بگم یه داستانیه که عیسی مسیح در متی باب 21 تعریف میکنه اینو. من سالها پیش، تقریبا 10 سال پیش، 12 سال پیش بود، من هر وقت به این قسمت کلام خدا میرسیدم نمیفهمیدم که آخه چی الان براتون میخونم که بدونین که چیه که براتون توضیح بدم. بامدادان عیسی در راه بازگشت به شهر گرسنه شد، در کنار راه درخت انجیری دید، به سوی آن رفت، اما جز برگ چیزی بر آن نیافت. پس خطاب به درخت گفت مبادا که دیگر هرگز میوه ای از تو به بار آید. در همون دم درخت خوش شد. بعدش هم یهو شاگردا میان و میگن ای بابا این چی شد، خوش شد؟ اونم میگه که آره، مگه شما اگه ایمان داشته باشین، یه ذره ایمان داشته باشین، کوهرم میخواین جابجا کن. و هر دفعه این داستانو میخوندم میگم ای دادی بده، آخه چه کاری اصلا مسیح گارد گشنت بود میرفتی نون میخوردی، چه اجباری بود انجیر بخوری؟ نمیفهمیدم، اصلا درک نمیکردم این مساله رو. بعدش هم که توضیح نمیده دیگه، بعدش هم بهم میگه ایمان داشته باشی، اصلا میره تو داستان ایمان، میگم این بیچاره درخت رو چرا خوش کردی، همه ایمان داشته باشن نشه، این درخت بیچاره چرا خوش. یه بار یه موعظه رو گوش دادم، توی این موعظه تعلیمی بود، اونجا من تازه اولین بار میگم در 12 سال شاید بیشتر، اونجا تازه فهمیدم که بابا داستان چیه. عیسی مسیح میاد درخت انجیر رو، نمیدونم دیدین یا نه، برگای پهن داره. من تو خونه مادر بزرگم، تو حیاط مادر بزرگم بود، انجیر وقتی که میوهشو میده تموم میشه، در فکر میکنم شهریور، آخرهای شهریور باشه، تموم میشه برگاش میریزه، خالی میشه، دوباره سال دیگه برگ میده، بعد برگاش اینجوری پهن و بزرگه، وسطش میوه انجیره. وقتی که عیسی مسیح میبینه این درخت رو، نگاه میکنه و میگه که خب این برگا هست دیگه، پس وسط اینا انجیره، میره نگاه میکنه میگه میوه نداره.
این بود که خوش کرد. گفت چرا گول زدی؟ گول زدی؟ تو میوه نداشتی، فقط ظاهرت اینجوری بود، ظاهرت نشون میداد که میوه داری. و این چیزیه که شیطان از همینجا میاد جلو و میگه که اشکالی نداره، تو همه کاراتو داری درست میکنی، میوه چیه؟ برگاتو ببین چه خوشگله. ولی اونجا عیسی مسیح گفت خوش شد و ما خوشیم. و شیطان دنبال اینه میوه درخت انجیری باشی که برگای سبز داشته باشی، همه از بیرون ما رو ببینن بگن به به و چه چه، ولی هیچ میوه‌ای نداشته باشی. این اون چیزیه که شیطان میخواد و باید باش مقابله کنیم. و پس اسلحه ما چیا بود برای اینکه مقاومت کنیم با تمام این کلک‌های شیطان؟ دعا، کلام خدا، پرستش و نام عیسی مسیح، که بتونیم با این دشمنان مرئیمون بجنگیم و در نام عیسی مسیح پیروز بشیم و این سرود رو با تمام قوت بتونیم اعلام کنیم و بخونیم. آمین و آمین.